سلام و درود هموطنان عزیزم. 9 تیر 1403 29 جون 2024 493 روز تحصن ما در مقابل وزارت خارجه بعد از 72 روز اعتصاب قضا همچنان محکم استوار در این سنگر ایستادیم تا صدای شما مردمی باشیم که صداتون رو دوباره دیروز جهانی کردید. مشت محکمی زدید بر دهان یاوه‌گویانی که می گفتند مردم ایران آماده تغییر نیستند. دیروز شرکت نکردن شما در سیرک نمایش خامنه‌ای دقیقاً شرکت در یک رفراندوم بزرگ بود. درسته اینا یک عدد و ارقامی رو الان بیرون دادن و گفتن 40%. همه ی دنیا میدونه این آمار و ارقام کذب محضه. 16 ساعت پیش قبل از اینکه این آمار و ارقام رو بیرون بدن نوشتم در توییتر، در ایکس، شبکه ایکس، به انگلیسی هم نوشتم اتفاقا، خطاب به رهبران غربی که آمار و ارقام رو از سازمان‌های اطلاعاتی خودتون بگیرید، به این آمار و ارقامی که احتمالاً 40% هست و اینا میگن اطمینان نکنید. ما اینجا هستیم با این پشتوانه، با این حرکت‌ها و این اقداماتی که شما انجام میدید و به همه دنیا یک بار دیگه این پیام رو دادید که این رژیم کوچکترین مشروعیتی نداره. تمام ترفندهاشون رو، تمام نقشه هاشون رو نقش بر آب کردید. دست مریزا. واقعا از صمیم قلب به شما هموطنان عزیزم، به شما هموطنان مبارزم، به شما شریفان تبریک عرض میکنم، به شما قهرمانان تبریک عرض میکنم. یک بار دیگه دنیا متوجه شد که این رژیم شیطانی، این رژیم اشغالگر هیچ ربطی به ایران و ایرانی نداره. عزیزان، مبارزه ما یک مبارزه مستمر، یعنی این مبارزه باید انقدر ادامه پیدا بکنه تا ما به پیروزی برسیم. راه دیگری هم نیست. رژیم این رو بهتر از من و شما میدونه. صحبت‌های خامنه‌ای رو دیروز صبح حتما گوش کردید همگان. گفت که شرکت کنید، التماس میکرد در این نمایش شرکت کنید، چون بقای رژیم و بقای نظام و از این حرفا، همه چیز نظام به این بستگی داره. خب بر اساس گفته‌های خود رهبر این رژیم الان هیچی از این نظام نمون، هیچی از این نظام نمون و مزدوران خارج نشینش، کسانی که می اومدن در رسانه ها دوباره بر طبل اصلاحات میخواستن بکوبن، بیایید به پزشکیان رو، به فلانی و به فلانی، به پزشکیان رأی بدید که قالیباف و جلیلی رأی نیاره. همه اینها نابود شد، ترفندها شد، اونم توسط شما مردم باهوش، مردم مبارز. در اکثر شهرهای کردنشین عدم مشارکت 98%، 99% بوده. یعنی این نمایش شکستش مفتزهانه تر از نمایش قبلیشون بود. امروز عزیزان، هموطنان عزیزم، دنیا یک بار دیگه متوجه شد که بر سر این اسب مرده نباید شرط بندی بکنه. این اسب مرده است. حالا نعشش رو کی ما از ایران بیرون میندازیم یه مقداری زمان میخواد، ولی مهمتر از این اینه که در ترفند، در بازی مزدوران رژیم و عواملش در خارج از کشور، مردم ما نیفتادن. این بسیار مهمه. خیلی سعی کردن، ولی خب موفق نشدن.
شما مردم ایران یک بار دیگه به ما درس دادید، مردم داخل ایران، به ما خارج نشین ها، که چگونه باید مبارزه کرد، چگونه باید متحد بود. دوباره از این موقعیت استفاده میکنم و تمام مبارزان، فعالان، لیدرهایی که در خارج از کشور هستند رو دعوت میکنم به ائتلاف برای ایران. ما باید از مردم ایران بیاموزیم. کار ما این نیست که بشینیم اینجا دست بزنیم واسه مردم ایران آفرین شما چنان کردید، آفرین شما رفتید دوباره هزار تای دیگه تون کشته شد، آفرین شما مبارزید. نه، ما باید یاد بگیریم، باید منیت ها رو کنار بگذاریم، خود رأی ها رو کنار بگذاریم، منافع شخصی، حزبی و گروهی رو کنار بگذاریم و برای ایران از مردم داخل ایران بیاموزیم و دست به دست هم بدیم. ما میتونیم دست به دست هم بدیم حول محور قانون اساسی مشروطیت. این قانون اساسی همینطور هم که گفتیم عیب و اشکالایی داره، ولی یک قانونی است و میتونه همه ماها رو به هم وصل کنه تا زمانی که بر اساس همین قانون یک مجلس مؤسسانی تشکیل بشه و بعد مجلس مؤسسان که نمایندگان مردم در اون هستند تصمیم بگیرند که چگونه آینده ایران عزیز رو رقم بزنیم و چگونه بسازیم این سرزمین ویران شده رو. یک بار دیگه در پایان صحبتام از صمیم قلب تعظیم میکنم، تبریک عرض میکنم به شما مردم ایران، تعظیم میکنم و دست یک به یک شماها رو میبوسم برای این حماسه‌ای که به وجود آوردید. قسم یاد میکنیم، یک بار دیگه قسم یاد میکنیم، قسم به خون یاران، قسم به خون بهترین فرزندان ایران، محکم و استوار تا پای جان ایستاده این تمام.